الو. سلام. 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 منم سلام علیکی ستاره شب زنده دارم در شب شدم ای نور سلام، باز هم ظاهرتان نیستم از دور سلام. ایمان برسم به توکل نام اعظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه روز یه باغبونی، یه مرد آسمونی، بهاری کاشت میونه باغچه مهربونی. میگفت سفر که رفتم یه روز و روزگاری، این بوته یاس من میمونه یادگاری. هر روز غروب عطر یاس تو کوچه ها میپیچید، میونه کوچه باغا بوی خدا میپیچید. اونایی که نداشتن از خوبیانشونه، دیدن که خوبی یاس باعث زشتیشونه. آدمای بی احساس پا گذاشتن روی یاس، شاخه هاشو شکستن آدمای ناسپاس. بعد جوون مرگمون یک که زدش به دیوار، خواست بزنه جوونه اما سر اومد بهار. یه باغبون دیگه شبونه یاسو برداشت پنهون ز نامحرما، تو باغ دیگه ای کاشت. هزار سال کوچه ها پر میشه از عطر یاس، اما مکان اون گل مونده هنوز ناشناست. امیدوارم که حالا هر کدوم از عزیزان هر نظری دارن، نیازی دارن و عزاداری دارن انجام میدن در این روزهای آتی، مقبول درگاه خداوند باشه انشالله، و هممون به خواسته هامون و نیاز قلبیمون برسیم و ایشالله که مدد حضرت زهرا سلام الله علیها همراه هممون تو هر شکلی باشه. این خانواده خانواده کرمن، نگاه به عمل ما نمی کنن. قشنگیش هم همینه، نگاه به مدل اعتقادمون هم نمی کنن. اصلا تو با هر اعتقادی باشی، با هر نگاهی باشی، با هر سیستمی که تفکرت هست، بخوای میگیری، نخوایی هم میگیری، اصلا مدلشون فرق میکنه با هم. ما میخوایم همین اول برنامه قرعه کشی کنیم براتون، قرعه کشی اپلیکیشن تورنج رو براتون انجام بدیم و 5 میلیون تومن بهتون جایزه بدیم. اگه فضاش مهیاس بچه‌ها به من بگین که این کار رو انجام بدیم. اگه مهیا نیست بریم تیترش. بله مهیاس. همین الان بریم قرعه کشی کنیم. آقای حسین خانی هم اینجاست. بودشا چی شد بچه؟ کجا رفتیم؟ یه چیزی شدش. آها بله، اپلیکیشن تورنج از 1 تا 10,780. محمد یه عدد بگو همینجوری. از 1 تا 10,780 6,000. 6,000مین نفری که در برنامه‌مون شرکت در اپلیکیشن تورنج شرکت کرده برنده شد. به همین راحتی. تا شمارش میاد توضیح بدم. شما میتونین اپلیکیشن، بله 0915 اما اشد امام رضام هستش، 0915 66 08. احتمالاً دیگه حالا مناطق اطراف هم، بیرجند و اینجاها هم یا گناباد این فضا هم 0915. شما هم همین الان میتونین اپلیکیشن تورنج رو صاحبش بشین با شماره گیری 3 ستاره 8 مربع، که اخبار جشنواره رو هم
داشته باشین. اینم از این تیتراژ رو میبینیم و مهمانمون به جمعمون اضافه میشه. سلطان جهان است، زمین است، زمان است، مظلومیتش بر همه خلق عیان است. گفتند حماسش کدام است بگویید، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. هیهات هیهات خب ممنون که برنامه ما رو دارین میبینین و امیدوارم که براتون همه چی همه روزها دلپذیر باشه. اینو توضیح بدم خدمتتون که ما شنبه که خب شهادت یک شنبه که برنامه نخواهیم داشت، دوشنبه هم که 20 بهمن تعطیله و ما سه شنبه ایشالله در خدمت شما خواهیم بود. البته یک برنامه شادی رو داریم مهیا میکنیم براتون برای روز یک شنبه که اون در تایم خودمون پخش بشه، شما ببینید دلپذیر باشه ایشالله براتون. ولی گفته توضیح بدم که ایشالله از سه شنبه ما در خدمت شما خواهیم بود. در مورد جشنواره چهره های مردمیمونم از سه شنبه دیگه مفصل اصلا شروع سه شنبه خواهد بود و پرقدرت خواهیم رفت. در کنار اون دو جشنواره دیگه هم خواهیم داشت که در هر سه جشنواره نگاه و نظر اصلی نظر مردم خواهد بود. خانم مرضیه هاشمی مهمون برنامه مون هستن. سلام خانم، خوب هستین شما؟ سلام، متشکرم، ممنون. خیلی خوش آمدین. شما خیلی خوب فارسی صحبت میکنین. بد نیست، بد نیست، آنچنان عالی نیست، اما خب همیشه سعی خودم میکنم. چقدر تمرین کردین فارسی یاد گرفتین؟ خب تو این مدت ببینید من شاید خیلی سال هستم اینجا، البته هم بیشتر آشنای من انگلیسی زبانه و کار من انگلیسی صحبت میکنم. خاطر این شاید یه ذره تنبل بودم، هیچ وقت نرفتم سر یه کلاس برای فارسی، اما خب همیشه سعی خودم کلاس نرفتین؟ اینجوری دارین فارسی صحبت میکنین؟ نه، از فامیل الحمدلله از فامیل شوهرم دیگه یاد گرفتم بیشتر. آها، یعنی اونا زبان انگلیسیشون خوب بوده احتمالاً که بشون. نه، زبان فارسی صحبت میکنه دیگه. منو مجبور کردن، بالاخره فارسی باید یاد میگرفتم تا یه حد دیگه صحبت بکنه با هم دیگه. خب یه خوره شما موقعی که مطرح شد اون اتفاقی که براتون در آمریکا افتاد،
خب ما در داخل شما رو نمیشناختیم، یعنی اصلا نمیدونستیم خانم مرضیه هاشمی هم جز خبرنگاران تلویزیون هست. طبیعی هم هست اصلا درست. شاید عده خیلی کمی پرستیوی رو حالا حتی از رو ماهواره بخوان دنبال کنن در ایران، در داخل ایران. عمدتا شبکه‌های داخلی خودمون رو داریم میبینیم، به هم دلیل حداقلش زبانه. یه خوره خودتون معرفی کنین، شما آمریکایی الاصلین؟ آمریکایی اصل، چون که هم برمیگردم با سرخ پوست، ریشه سرخ پوست و سیاه پوست دارم. بله. یعنی ریشه تون جد در جد سرخ پوست های آمریکا و سیاه پوست های آمریکا بوده. بله. پدر و مادر آمریکایی؟ بله، همه و... مادر بزرگ، پدر بزرگ و همه بله آمریکایی. و هیچ کدوم مثلا ربطی به ایران ندارن؟ و مسلمون هیچ... چی؟ نه، هیچ کس. هیچکی؟ هیچ کس، فقط خودم. و یه خوره پس قصه زندگیتون رو برامون تعریف کنید، چی شد؟ یعنی اصلا علاقه مندیتون به اسلام چی شد؟ اصلا اومدی ایران؟ بله. برا چی؟ بله، قسمت بود واقعا. خب من قشنگ ایرانی شدن ها، مثل ما میگم قسمت بود واقعا. خب بالاخره من یه دانشجو بودم. چی خوندین؟ کدوم دانشگاه؟ جورنالیزمه، جورنالیزم، خبرنگاریه، رسانه. بله، چرا رسانه. رسانه خوندین؟ علاقه من داشتم، من همیشه مسائل مختلف دنیا دنبال میکردم، همیشه علاقه داشتم. هم اکتیویست بودم توی هات، از نظری فعالیت میکردم برای مستضعفین تو خود آمریکا. تو خود آمریکا مثلا جزی جلسه های مختلف یا بعض وقت اعتراض و اینا، و اعتراض نسبت به فقر و اینها، به فقر و کارهای مختلف مثلا آمریکا میکرده اون موقع، مخصوصا تو آمریکا لاتین. بالاخره دیگه من فعال بودم از اول، و جورنالیزم یا رسانه فکر میکنم انتخاب طبیعی بود برای کسی مثل من. خب بعدا 1979 انقلاب اینجا پیروز شده و من اصلا راجع به ایران هیچی نمیدونستم. البته ایرانی زیاد بودن تو دانشگاه لویزیانا استیت یونیورسیتی، هم اونا طرفدار انقلاب هم مخالف انقلاب. اونجا شروع کردم فقط اطلاعات میخواستم در بیارم ببینم چه خبره چیه. اونم سر کنجکاوی ذاتی تو. بله بله، چون که یه انقلاب نسبتاً عجیب بود، هم از نظر سیاسی هم از نظر دینی. من آخه قبل از این یه ذره ارتباط داشتم با مارکسیس ها و سوشالیس ها، بیشتر خاطر اونا بیشتر فعال بودن تو آمریکا لاتین. اینا بچه های خوب بودن، فعال بودن، اما دیگه خدا قبول نداشتن. یه ذره برای من سنگین بود، چون که از اول مسیحی بودم، همیشه خدا قبول کردم. کاتولیک یا پروتستان؟ پروتستان، یونایتد متدیست بودم، متدیست بودم. و این پیغام انقلاب برام جالب بود. خب من میگم از دو طرف قضیه داشتم نگاه میکردم، ارتباط برقرار کردم به کسانی با دیدگاه های مختلف دیگه من پیدا کردم، و اینم یه چیز عجیبه واقعا. ببینین اون موقع من دنبال عوض کردن دینم نبود، اما به این قدم اول، این ارتباط برقرار کردم. آخرش شد دو سال بعد از این قضیه من خودم مسلمان شدم، چون که وقتی با میخواستم بهتر بفهمن این حرکت تو ایران، کسی قرآن معرفی کردن، کتاب‌های مختلف معرفی کردن. از این وقت خب من کتاب‌های مارکسیس و ماویس و اینا همه خونده بودم، مقایسه می‌کردم. و بعداً وقتی همینجوری رفتم جلو، خودم سوال داشتم راجب دین خودم. من همین بغل هم دیگه هم قرآن هم انجیل با هم دیگه می‌خوندم و نوت برمی‌داشتم، سوال می‌کردم از اون کسانی من فکر کردم میتونستن جواب بدن. و بله آخرش دو سال و نیم بعد من مسلمان شدم. حالا این بخش رو نگه داریم بگم که در قبل از آگهی ما یه بار دیگه قرعه کشی 5 میلیون تومانی اپلیکیشن تورنج رو خواهیم داشت. خدمت شما عرض کنم یه خورده برام ما ممکن سوال پیش بیاد اینجا، اصلا چی شد چرا مسلمان شدین؟ شما الان میگین انجیل رو میذاشتین، قرآن رو میذاشتین. خب دین اسلام ممکنه نسبت به اون نگاه مسیحیت
یک سری آزادی های شما رو لغو بکنه. مثلا شما الان حجاب دارید یا یه سری کارهای دیگه، شما ممکنه همون موقع نمیدونم ها، مثال میگم، ممکنه میرفتین کلابی نمیدونم با دوستاتون اون ور این ور، ولی این آزادی ها ممکنه اسلام از شما بگیره. بله. یعنی چی شد اصلا مسلمون شدیم؟ بله، البته خب من همیشه هنوز هستم فکر میکنم جانلا دنبال حقیقت باشم، و وقتی من نگاه کردم تو قرآن، اولا همیشه یه ذره مشکل داشتم به تعریف خدا در دین مسیحیت، سه تا قسمت اما یکیش. اولا توحید در قرآن تعریف کرده راجع به خدا خیلی منطقی بود برام، و فکر میکنم پیغمبرها چجوری تعریف شده در قرآن. مثلا همون پیغمبر تو انجیل اصلا بعض وقتی یه چیز اینقدر زشت میگفتن راجع به پیغمبر، هر پیغمبر، بعدا من همش داشتم فکر میکردم خب اگه واقعا پیغمبر از خدا فرستاده، برای چی مثلا گناه میکنن؟ یعنی ایشون الگوه هست برای گناه کردن من. البته مثلا تو قرآن من دیدم کاملا یه تعریف دیگه بود، این قدم اول بود. بعدا دیگه این به پیروزی انقلاب شما در نظر باید بگیری، این ده هفتاد اون و تو هم هشتاد، جاهای مختلف مخصوصا تو آمریکا لاتین و جاهای مختلف کسانی دیگه سعی کردن از نظر حرکت های مختلف علیه استکبار انجام بده، اصلا لیش میکردن، اصلا نذاشتن اینا پیروز بشن. و خیلی جالب بود برای خیلی از بچه ها یا مسلمان یا غیر مسلمان، یه حرکت عظیم مردمی پیروز شده. خب اون بیشتر من انگیزه داشتم، خاطر هم از نظر یه حرکت سیاسی، هم از نظر دینی حس کردم این قدرت اصلی از همون عقیده اسلامیشون. به محدودیت ها فکر نکردین؟ محدودیت، ببینین وقتی آدم این اصل، چون که پله پله بود از نظر قبول کردن اسلام برای من، اون اصلی تعریف کردن خدا، پیغمبر، اون اصلیات دیگه تو قرآن من قبول کردم. خب خیلی چیز از اول شاید متوجه نشدم، مثلا نماز، اون نماز خوندن تو زبان عربی من نمیدونستم آخه چرا، چون که من نمیفهمم چی دارن میگم. بچه ها نوشتن مثلا تو لاتین بسم الله الرحمن الرحیم و همه نوشتن و اینجوری یاد گرفتم. البته حس کردم اگه میتونستم این ارتباط به خدا برقرار کنم تو زبان خودم، من فکر میکردم خیلی میتونستم نزدیکتر به خدا باشه. اما چون که اون اصله اصول قبول کردم، من بقیه قبول کردم. بعدا گفتم حتما هنوز من تو اون حد نرسیدم متوجه بشم، و واقعا همین بود. بار اول من رفتم مکه کاملا متوجه شدم، چون که اون حس وحدت، همه نسبتا مثل هم دارن نماز میخونن یا همون سوره دارن میخونن، و واقعا عجیب بود برام. خب اینه دیگه، وقتی من ببینیم وقتی آدم حس میکنه این واقعا کلمه ها از خدا و اون اصلیش قبول میکنه، بقیه قبول کردم. اون محدودیت شما دارن میگن، چون که بله من مثل دختر آمریکایی دیگه بودم، و هم من خیلی چیزی دیدم از اون زندگی بالاخره دیگه اسمش آزادی. البته خیلی از دوستم، من واقعا خوشبخت بودم، البته خیلی از دوستم ضربه بزرگ داشتن. و وقتی میگن اوکی خب نمیتونین مشروب بخوریم مثلا، باشه، شما نگاه میکنین مثلا میگم statistics هم رو اونجا ببینین چقدر تصادف میکنن و فلان میکنن نمیدونم چی، بعدا میگن خب رجب حجاب. من وقتی میخوندم، ببینین این دو سال من بالاخره دیگه آخرش قبول کردم دیگه، میخواستم مسلمان باشم. بعد از چند ماه من شروع کردم و مقایسه کردم با شاخهای مختلف در اسلام و زندگی معصومین و اهل بیت مطالعه میکردم.
و واقعا حس کردم مثلا اون داستان اولین بار داستان فرض کنه حضرت زینب یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها من شنیدم، حس کردم اصلا قدرت زن بیشتر میشن. من همیشه یه مشکل داشتم از نظر اون ارتباط فقط فیزیکیه، چون که خیلی سطحیه. ببینین اگر اون جذابیت اول مثلا مرد و زن داشته باشه اوکی، البته اون اصلا بایست نمیشه برای ارتباط طولانیه. باید اون طرف بشناسیم از نظر مغز و قلب و همه چیز. متاسفانه تو قلب و خیلی تو جاهای دیگه الان فقط این فیزیکیه، اون اترکشن اول مهم بود. خب من قبلا دیگه روی این مسئله فکر کرده بودم قبل از من مسلمان شده بودم و نه آنچنان سخت نبود. البته یواش یواش باید انجام میدادم. درست. خب یعنی عملا انقلاب اسلامی جذابیت برای شما ایجاد کرد که شما مسلمان بشین و ما تو مسلمان شدن تو متوجه شدیم چی شد اومدین ایران و اصلا خواستین ایران زندگی کنین و چه اتفاق اصلا ازدواجتون چی شد؟ بله بله. ببینید من فقط یه چیز رو بگم، انقلاب جمهوری اسلامی ایران تنها باعث نشده من مسلمان شدم. یه جریقه بالاخره روشن شد خاطر انقلاب و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه. البته با اطلاعات خودم و مطالعه خودم آخرش اینجوری شدم مسلمان شدم. بعدا با یه نفر یه مرد تو مسجد دیگه من داشتم شروع میکردم میرفتم ایرانی ازدواج کردم. آها، با یه آقای تو مسجد ازدواج کردی؟ ازدواج کردم بله. و ایشون که اومدن ایران شما اومدین بهشون ایران؟ خب بعد از چند سال، من چند سال اون ور بودیم و بعد از دو تا بچه اتفاقا ما اولین بار اومدیم ایران. و بعد چی شد که خبرنگار تلویزیون شدیم؟ البته خب اون رشته من از اول بود. قبل از من مسلمان شده بودم من همکاری میکردم با شبکه داخلی آمریکا تو شهر باتون روج. اما متاسفانه وقت من روسری سعی کردم دیگه اصلا نتونستم کار پیدا کنم تو تلویزیون و این یه نقطه مادرم از اول میگفت وقتی متوجه شدم مصاحبت میکردم گفتم مسلمان شدم بعد گفتش کار تمام شد اصلا no way هیچ وقت شما نمیتونین اینجا کار بکنه تو تلویزیون و خیلی ناراحت بوده و من توضیح دادم گفتم خب مامان بالاخره دیگه اگر من فکر میکنم دیگه خدا اینو دستور دادن فرض کنم مثلا حجاب شما فکر میکنم من نباید گوش بدم گفتش نه دیگه whatever you want to do هر چی شما خودت میخواد انجام بده من فقط دارم میگم این حرکت شما باعث میشه از بیکاری شما تو رسانه و درست میگفت یعنی به خاطر روسری اخراج شدین دیگه تقریبا دیگه ادامه اصلا نتونستم بدم اینا نذاشتن بله. خب اومدین ایران چی شد خبرنگار تلویزیون شدین میره این سوال بپرسم بعد بریم اگه بله. قبلش هم قرعه کشی میکنیم اومدم ایران من شروع کردم و البته اوایل نه چون که بچه کوچیک داشتم بعد از چند سال شروع کردم به رادیو و برنامه های سحر و برنامه های مختلف خب علاقه من بودم دیگه بالاخره تو کار رسانه است و دیگه شروع کردم الحمدلله بعد از چند سال یعنی پارتی مارتی چجوری همسان؟ نه بعد از شوهرم نه حقیقت بعد از شوهرم یه نفر میشناخت گفتش شما فقط بری اونجا صحبت بکنه ببینین دیگه زبانت چجوری و فلان گفتم خب آمریکایی هم دیگه معلومه دیگه زبانم بد نیست اینجوری صحبت کرده و من نمیگم دیگه اومدم فرم پر کردم اینجوری دیگه ایرانه دیگه میدونین چجوریه بالاخره دیگه ایشون زنگ زده بعدا من رفتم یه مصاحبه داشتم و اینجوری شروع کردم. خب ولی یه چیزی رو بگم من با افتخار بچه یکی از شهرستانهای ایرانم کاشان و کاشانی هستین؟ بله شما که همسرتون نیازسری هستین بله. از اول میگفتین بله بله و اینو همیشه میگم به نظرم میرسه که باید تلاش کنیم و به خواسته هامون برسیم. من شکر خدا جز خود خدا و اهل بیت پارتی دیگه نداشتم ندارم هم الانم ندارم یعنی الانم رو کس دیگه حساب نمی کنم. حالا الان 5 تا مدیرای سازمان شاید نزدیک دیده باشم ولی واقعا جز خدا رو هیچکی دیگه حساب نمی کنم. این نکته که میگن
بعد دقیق ببینیم. کار خوب همیشه میره جلو. کارتون خوب باشه میتونید در جاهای مختلف سرزمین کار کنید. شون هم تخصصشون رو داشتن، خبرنگاری خوندن، زبان انگلیسیشون که دیگه خیلی خوب بوده و سالها در رسانه‌های مختلف کار کرده بودن و به هر شکل بعد از مسلمون شدن اومدن در پرس تیوی و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. میخوایم بریم آگهی ببینیم، قبل آگهی قرعه کشی بکنیم، بعدش بیایم ببینیم که اصلا رفتین آمریکا، چرا رفتین، چی شد، چه خبر بود، اصلا تازه اصل داستان، آغاز برنامه ما تازه میخواد شروع بشه. خب از 1 تا 12,873 خواهیم شما از 0 تا 9 یه عدد بگیم. 5. حسین خانی هم اینجا سیاره. از 0 تا 9 شما یه عدد بگیم آقا رسولی. 7. محمد آقا 0. 75 تا الان 6,075. فقط میتونه 0 باشه، فقط 0 باید یه کاری که فقط 0 باشه. 6,075مین نفری که در برنامه ما به اپلیکیشن تورنج رو نصب کردن برنده شدن دیگه، 5 میلیون تومان بردن. 0919 2396. شما میتونین اپلیکیشن تورنج رو نصب کنین با شماره گیری 3 تا 3 3 تا 8 مربع به همین راحتی که اخبار جشنواره فیلم فجر رو صاحبش و مالکش هم بشید. مواظبت کنید تا آگهی ها رو میبینین برمیگردین خودتون ها، چون وقتی ما رو میبینین ما مواظبتون هستیم. بریم برگردیم. یعنی همیشه شما حقوق به ریال میگیرین، به دلار پول نمیگیرین تو پرستیوی؟ خب اینو گفتم من در جریان میشم. من الان دونین که فضولیم گل میکنه موقعی سوالا میپرسم و میگن که باید شدید کار کنیم اونجا در پرستیوی، کارتون هم شدیده. خب بعد از اینکه خبرنگار پرستیوی شدین چند بار رفتین آمریکا و برگشتین؟ آخه الان من 10 سال هستم تو پرس. آها تو این 10 سال چند بار رفتین؟ بله سعی میکردم حداقل هر 1.5 سال برم. البته بس وقت نشده، بچه ها اومدن اینجا. فکر میکنم نمیدونم درست بچهاتون، دوتا بچهاتون موندن؟ دوتا بچه اونجا هستن و همسرشون و نوه های من همه اونجا و یه دونه از بچه هم اینجا هستن پیش من. خب از این سفر بگین، برای چی رفتین؟ بله چی شد؟ بعد رسیدین گرفتنتون؟ یعنی چه جوری؟ بله نه اگه رسیدم نه، من رفتم حقیقت یه دونه از برادرم سرطان داره و می‌خواستم برم از نزدیک ببینمش. ان شاء الله شفا بشه. ممنون، متشکر. هم بچه‌ها اونجا هستن و نوه‌ها و بیشتر رفتم به خاطر مسائل خانوادگی. و وقتی رسیدم آمریکا، همیشه البته وقتی من میرسم اونجا منو میبرن جدا، سوال و جواب باید بدن. اون یه چیزی الان روال طبیعی شده برای من. این کار کردن این دفعه، بعدا دیگه آزاد شدم، دیگه رفتم پرواز بعدی برای داخلی. اما این دفعه من سنت لوئیس بودم، این پرواز داخلی من مخواستم سوارشم هواپیما و این اتفاق پیش اومد. من صدا کردن تو همون گیت، من منتظر پرواز بودم، اسم من صدا کردن و رفتم جلو. اینا گفتن ما شما انتخاب کردیم برای زودتر سوار شه دیگه هواپیما. گفتم عجب، هیچ وقت من یعنی خواستن شما زودتر سوار شه. بله بله، جایزه هم بود، پولیساشون هم زرنگه. بله خلاصه دیگه رفتم به رضا پسرم. وقتی وارد شدیم از یه راه رو بعدن سمت چپ بعد دوباره میرفتیم طرف هواپیما، بعدن دیدم 4 نفر واسطه اونجا بودن، اسم من گفتن، بعدن گفتش ما اف بی آییم، از اف بی آی هستیم و شما به ما بیان. گفتم دستگیر شدم، ام آی اندر ارست؟ گفتن بله. همین گفتین دروغگوها؟ چرا دروغ گفتین؟ نه خب اون موقع دیگه شما، من واقعا نمیتونستم چی بگم، فقط گفتم خب چرا. بعدن همون موقع دیگه دستبند زدن
و پسرم واقعا حالت شوکه بوده. من گفتم پسرم چی؟ گفتش نه آزاده. فقط گفتم به رسه سواش هواپیما بری دنور. دنور شهر بچه های دیگه هستن. هیچی دیگه نتونستم بیشتره به رسه صحبت بکنم. منو بردن پایین SUV دستبند. وقتی من میخواستم برم تو ماشین گفتن نه دستتون باید از عقب بسته بشم و مکم زدن. من گفتم خب چرا؟ گفتم خب شاید شما حمله بکنی اینجا. گفتم 4 تا مامور FBI با اسلحه، منم 59 سالم، شما فکر میکنه من میخوام چه کار کنم؟ حالا دیگه این کار کردن. و یک شب اونجا تو هتل بودیم و دن فرد و صبح زود منم بردن تو واشنگتن دی سی. من همش دیگه اون شب داشتن فکر میکردن اصلا چی شده، چی اتفاق میخواد بیفته واقعا. و خیلی نگران پسرم بود چون که من نمیدونستم اصلا اینا بردنش چه کار کردن. هیچی، واشنگتن رسیدم رفتم FBI. البته نمیدونم حتما اینا شنیده شده چون که من تو کانفرنس خبری شنبه صحبت کردم، نمیخوام دیگه همه حوصله‌شون سر بره. البته دیگه از FBI، مرکز FBI اونجا DNA من گرفتن با اعتراض. من اینا گفتن خب شما، من گفتم am I being charged، مثلا رو چی چیز محکوم شدم؟ گفتش نه. گفتم خب نه، خب چرا شما DNA من باید بگیم؟ گفتم خب that's the way it is، هر کسی دیگه از این در بیارین و دیگه ما DNA شو میگیریم. و از اونجا منتقل شدم تو مرکز زندان واشنگتن دی سی. و اونجا واقعا هم دستم دیگه دستبند، هم پابند، هم دوتا با هم دیگه وصل شده. اینجوری من باید راه میرفتم تا ماشین و پیاده شدم از ماشین، دارن وارد میشم تو زندان. و هنوز به شما نگفتن شما جرمتون چیه؟ نه، گفتم جرم نداریم. گفتم عجب، خیلی جالبه، ندارم، البته اینجوری برخورد میکنی. و اونجا دیگه شروع کردن گفتن روسانیتون در بیارم. گفتم من در نمیارم، از نظر قانون آمریکا اصلا حق داریم دیگه روسری داشته باشیم. گفتن نه، برای عکس شما نمیتونی. گفتم من اعتراض میکنم، غیر قانونی این کار شما دارن انجام میدین. گفتش نه میدیم، شما در بیارین، ما باید در بیاریم برای عکس، دوباره میدیم. و این کار کردن و دوباره دادن. و اون شب تو زندان واشنگتن دی سی بودم. و بگم اصلا تا حالا من اصلا حقیقت داخل زندان هیچ جا من ندیدم، داخل دادگاه ندیدم حقیقت. و عجیب بود، مثلا همه جور آدم و مرد و زن با هم، البته نه تا یک سلول، البته شاید سلول بعدی مثلا مرد باشه زن باشه معلوم نیست. ببخشید تویلت وسط وقتی گارد ها مرد بودن، خب همه چیزی پیداست. و یه تخت مثلا یا نیمکت آهنی. خب من هنوز لباس خودم داشتم و یه کت همینجوری من دیگه کشیدم روام چون که سرد بود. و تو شب دیگه جیغ و داد بیداد و بس، چون که کسان مختلف می آوردن و می بردن. و اصلا چه حرفا من نشنیدم. حالا دیگه بعدن فرد و صبح دیگه اومدن مخواستن همه ببرن برای دادگاه تو اون قسمت. اینا چند نفر مثل که یه دادگاه داشته می رفتن، اینا زنجیر بستن و جلو اصلا همشون با هم دیگه می بردن. بعدن من چون که میرفتم یه دادگاه دیگه، یک صد دو صد بعد اومدن زنجیر بستن و دست و پا و منو بردن. این اولین بار رفتم دادگاه. اینم دادگاه تازه من دیدم یه وکیل دارم از دولت، دارن صحبت میکنه به من، میگن ها این رجبه شما شاهد هستی. گفتم من شاهد چی هستم؟ گفتش خب شما حتما اطلاعات دارین دیگه، اینا فکر میکنن باید از شما بگیرم. گفتم خب اینا نمیتونستن، ما اسمش سپینا، یه مثلا یه درخواسته، یه دستوری از دادگاه بفرسته برای من، مثلا بگه خب ما فکر میکنیم شما اطلاعات چیزی داریم، ما دارم دنبال میکنیم شما. اطلاعات چی؟ خب
اینجوری فقط اول اینجوری فقط مطرح کرده، راجع به هیچی نگفته، هیچی مشخص نکرده، فقط دادگاه اول بود مثلا از قاضی اعتراض بکنه چرا اینجوری کردن و فلان، قاضی گفته شاید فرار بکنه. آخرش چون که اون وکیل دولت طرفه اف بی آی میگفتش نه ما نمیتونستیم اینجوری درخواست بکنه، خاطر شاید فعال میکنه. گفتم برای چی فعال بکنم، فرار بکنم وقتی من کار خلاف نکردم؟ برای چی فرار بکنم؟ من از چی میترسم مثلا دارم فرار میکنم؟ خلاصه گفتش نه همش دیگه باید زندان باشیم تا مشخص بشه چی به چی. از اونجا دیگه منو بردن تو اون زندان اصلی، بقیه روزها اونجا بودم و واقعا من میتونم بگم مثل یه کسی محکوم بودن رفتار کردن، یا یه کسی مثلا نمیدونم چه جرم انجام داده بودن اینجوری دیگه برخورد میکردن. و رفتم اونجا تو اون زندان اصلی دیگه، همونجا دوباره از نظر حجاب و اینو گفتن اصلا نمیتونین. البته گفتن آخرش ما میدیم یه روسری، چون که داریم روسری اینجا، البته الان بالاخره دیگه باید بی حجاب باشیم فلان. گفتم آخه چرا؟ چرا وقتی تو قانون خودت دیگه نوشتی دیگه right of religion، freedom of religion، آزادی، شما داره میگه آزادی دین ادیان، دیگه من حق دارم دیگه این روسری داشته باشم. گفتم نه. دوباره یه عکس دیگه گرفتن و انگوش نگری کردن و لباس زندان دیگه باید میپوشیدم. یه چیزی نمیدونم فارسی چی میگن، ما میگیم سکرابز، مثل اینا تو اتاق عمل بعض وقت میپوشن یه تاپ و شاورد و تاپ کوتاه بود. گفتم میتونم بلند یه چیزی بلند بپوشم یا چیزی زیر بپوشم؟ گفتش نه همینجوری. آخرش بعد از اون عکس گرفتم، یه گارد دلش سوخت گفتش ببین من یه تیشرت دیگه میتونم بدم به شما، شما میتونی اینو بذاری روی سرت یه جور درست بکنیم. گفتم ممنون، این کار کردم و نشستم یه دو ساعت مرد و زن با هم دیگه، اینا همه دیگه زندانی جدید اون روز بودن، تو کشیدن تو یکی یکی پروسه می شدن. بعدن وقتی می خواستم برم تو قسمت خانمات زندان، قسمت زنان، گارد اومد گفتش خیلی خوب این تیشرت الان باید در بیاره سر. گفتم چرا؟ گفتش نه حق نداری یه چیزی بپوشی رو سرت وقتی میخوان راه بریم. گفتم آخه چرا؟ چه فرق میکنه برای شما؟ گفتش قانون اینه. گفتم اصلا اگه شما دارن میگن قانون اینه، اون اصلا علیه قانون اصلیه دیگه، ما حق داریم دیگه اصلا اینو بپوشیم. حالا دیگه نذاشته من دیگه اون قسمت و مرد و زن اینا نذاشتم من چیزی بپوشم و رفتم تو اون قسمت خانم ها. اونجا دوباره من میتونستم تیشرت بذارم روی سرم و اونم روز نمیدونم چه روزی بود، اون روز اول تو اون زندان اصلی شده. و جالبه اتفاقا تو این چند روز اونجا بودم، یک هفته و نیم، بعض وقتی من دوباره وارد میشدم، چون که باید میرفتم دادگاه، چند بار رفتم دادگاه برمیگشتم، وقتی وارد میشدم انگار من نمیدونم یک قتل انجام میدادم. زندانی دیگه اون قسمت خانم ها وقتی وارد میشدم میگفتم بری کنار تا ایشون رد بشه. اصلا یه حس عجیب بود، همه نگاه کردن این کیه چه خبره. بعدن تو زندان همیشه غیر از این شب اول همش تنها بودم تو سلول، و یه شب اصلا اینا صندلی، دو شب صندلی آوردن بغل سلول. گفتن، من گفتم چرا اینجا گارد نشستن؟ نفهمیدم. و هر چند دقیقه یه چراغ مثلا نشون میدادن، روشن میشدن، نگاه میکردن به من. من فرداش متوجه شدم، چون که دوباره فردا میخواستم برم برای دادگاه. وقتی میخواد برین دادگاه، تو این قسمت زندان من بودم، میخوان زندانی ها دیگه دادگاه دارن، متقل میکنن تو جلوی زندان. یعنی شیش صبح این حرکت انجام میشه، بعدا اون جلوی زندان شاید دو ساعت و نیم بشینین تا کسانی دیگه از دادگاه بیان، میگن یو اس مارشال، بیان شما ببرن. خلاصه دیگه من نشستم اون روز و
همه زندانیا دیگه زیاد بودن اون روز، می‌خواستم برن دادگاه. من اتفاقا موقع دیگه نماز صبح بود، گفتم ببخشید بچه‌ها، چون که صحبت می‌کردن گفتم معذرت می‌خوام، نمی‌خوام مزاحمتون بشم. من همینجوری دو رکعت نماز می‌خوندم و واقعا از نظر احترام به زندانیا دیدم و خیلی آروم خود زندانیا احترام گذاشتن، خود زندانیا و بعد از نمازم یکیش گفتش چقدر این زیبا بود، چقدر این زیبا بود. خلاصه این ارتباط برقرار کردم، شروع کردم صحبت کردن با اونا. بعد اینو گفتن حالت خوبه؟ گفتم بد نیستم نسبتاً. چرا؟ گفت آخه شما نمیخواد خودت بکشی؟ گفتم چی؟ من؟ چرا فکر میکنه؟ گفت آخه گارد ها اینجوری گفتن، گارد ها گفتن ایشون میخواد خودکشی بکنه. ما باید همینجوری کاملا بغل سلیوش همش دیگه چک بکنه ببینین چه کار میکنن. گفتم عجب. واقعا برام گفتم قرار بود چه اتفاق بیفته، این حرف میزنن. و یه ذره نگران شدم حقیقتا. یه دونه از خانوما اون موقع زندانی قرار بود بره دادگاه و مرخص بشه اون روز، گفتم خواهش میکنم یک زحمت میتونیم برام بکشه، من شماره دخترم میدم، فقط شما زنگ بزنین، فقط این حرفا بزنین راجع به این خودکشی اینا و خود به خودش فقط بگی میدونه اگه یه اتفاق پیش بیاد من خودکشی نکردم. همین. و ببینی این همش از نظر فشار روانیه، اما واقعا خدا خیلی کمک کرد، خیلی کمک کرده، چون که من میدونستم. ببینین تو آمریکا حس کردم الان خب شاید من فردا آزاد بشم یا شاید تمام عمرم الان دیگه باید زندان باشم، چون که کار نداره، واقعا کار نداره. و این حس داشتم تمام وقت، معلوم نیست چه اتفاق میخوان بیافته، معلوم نیست چه چیزا میخوان بگن، و بگه فقط به خدا باید توکل کنیم. و قصه آزادیتون رو برای ما بگین. چند دقیقه وقت داریم؟ چهار دقیقه وقت داریم. قصه آزادی یه روز عملا یعنی میخواستم بکشنتون؟ نه من اینو نمیگم، البته من فقط دارم میگم حس کردم آخه چرا خودکشیه، چرا اونا گفتن با اونا میخواد خودکشی بکنن. و من اتفاقا یه داستان قبلا دنبال میکردم، اسم ساندرا بلند، یه خانم آمریکایی سیاه‌پوست، خاطر یه رانندگی میکردن و پلیس گفتش اینو اشاره نکرده، میخواست سمت چپ بره سمت راست، پلیس اینو کشیدن کنار و آخرش این چیز ساده باعث شده دیگه همون تو زندان اینا گفتن خودکشی کرده. خب ما میدونیم چه اتفاقات میتونن بیفته، اینو که من یک سیاه‌پوست هستم و تجربه زیاد هست تو آمریکا، همه چیز امکانش هست و میدونستم و اینو فقط من بگم. برای من خیلی عجیب بود. درسته من کار مختلف انجام دادم دیگه قبلا تو مستندهای مختلف، البته اینو من دیدم به چشم خودم. 98.5% زندانیا من دیدم سیاه‌پوست بودن. 98.5%. چی شده؟ چرا؟ یعنی فقط سیاه‌پوست‌ها دارن خلاف میکنن یا جریان چیز دیگه است؟ و واقعا دردناک بود برای من. واقعا من میتونم بگم فقط یک روز واقعا من گریه کردم، اینو برای خودم گریه نکردم، من گریه کردم برای زندانیا. وقتی من داستانهای بعضی رو من شنیدم و دیدم و چه وحشتناکه. ببینین وقتی اونا پول نداشته باشن و وکیل درست حسابی نمیتونن بگیرن. یک خانم داستان نمیدونم چند دقیقه الان داریم؟ دو دقیقه خب یک خانم مثلا تعریف کرده، گفتش ببینین من این کار نکردم و صحبت کردم با وکیلم. وکیل اینجوری گفتش ببینین خیلی خوب، فرض کنه شما بیگناه هستین، البته وقتی شما میرید تو دادگاه احتمالش هست 20 سال زندانی دیگه بگیرین، اما اگه شما بگین بله من این کار کردم دیگه من میتونم صحبت بکنم دیگه، این سالها مثلا بیاریم تو بین 2 سال 3 سال پلی بارگینینگ میگن یه اصطلاح چیزی دارن اونجا. و خودش مثلا نشون داده من یه نامه نوشتم برای وکیلم اعتراض میکنم. و واقعا من این نامه داشتم میخوندم خیلی دلم سوخت، چون که آنچنان سواد نداشتن و همین مشکله،
همون مشکل فقر از اول تا آخر. آمریکا الان از تعداد زندانی میخوان بسازن، به طبق نگاه میکنن بچه های سیاپوس سوم، کلاس سوم ابتدایی از نظر لول خوندن و ریاضیشون. اینا حساب میکنن و روی این حساب میکنن چقدر زندان باید بسازن و چه تعداد لازم دارن. و چیز جالب، شاید کسی نمیدونن، بیشتر زندانی یا زندانهای تو آمریکا خصوصیه. خصوصی یعنی پول در میارن از تعداد زندانیا. زندانهای تو آمریکا تو نیویورک استاک اکسچنج، تو وال استریت، مثل یه شرکت بزرگ پول در میارن. و وقتی میخوان پول در بیارن باید پر بشه، و وقتی میخواد پر بکنن معمولا به سیاپوس ها پر میکنن. چرا؟ چون همین داستان 400-500 سال پیش تمام نشده برای سیاپوس ها. این یه واقعیتش. بله، یه تعداد خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن، البته در کل ما صحبت میکنیم. خب ما تیتراژمون داره پخش میشه، من تندیس رو به شما بدم با عزتون پا شدم. بله، خب این مدال و تندیس ماست، با ادب و احترام تقدیم شما. من فقط نفهمیدم شما آزادیتون چجوری شد؟ میشونه 30 ثانیه‌ای بگین؟ آزادی من بعد از این دادگاه طولانی روز چهارشنبه اون هفته، بعدن گفتن اوکی آزادی. البته راجع به چیزی نمیتونین صحبت بکنم. من گفتم خیلی جالبه شما این کار انجام میدین، بعدن من اصلا آزاد نیستم صحبت بکنم. چون خیلی حقیقت الان اگه من کاملا صحبت بکنم، نه که من میخوام برگردم آمریکا، اگه من میخوام برم مثلا یه زیارت تو عراق، آمریکایی‌ها میتونن منو بگیرن، و متاسفانه این یه واقعیت هست. عجب. خیلی خوشحالیم که شما برگشتین کشور خودتون اینجا. چکره. ما با افتخار، ما معروفیم به مهمان نوازی، شما هم دیگه الان جز هموطنامون محسوب میشین. متشکرم. آخر هفته دلپذیر، عزاداریاتون قبول. یا علی مدد، خیلی ممنونم خانم. روی پیشونی زدم از خاک جسمت رو، اگه میگم دوست دارم، نه این که لایقت هستم، برام بسه همین قد که بدونی عاشقت هستم. اگه میگم دوست دارم، نه این که لایقت هستم، برام بسه همین قد که بدون